جامعه مسلمانان در شهر گوتینگن آلمان بار دیگر با موجی از حملات نفرت انگیز روبرو شدند. طی چند روز گذشته سه مسجد در این شهر نامه‌های تهدیدآمیز و نفرت انگیزی دریافت کردند که حاوی نمادهای نازی و عبارات تحقیرآمیز علیه اسلام است. در این راستا شهردار گوتینگن آلمان در قبال این تهدیدها با مسلمانان اعلام همبستگی نموده است. همکارم در گزارش خود این رخداد را روایت نموده که با هم می‌بینیم. در روزهای اخیر سه مسجد اسلامی در شهر گوتینگن آلمان با نامه‌های تهدیدآمیز و حاوی نفرت روبرو شدند. این نامه‌ها حاوی نمادهای ممنوعه مانند صلیب شکسته که نماد نازی هاست و جملات نامنسجم بوده است. نامه‌های یاد شده به مسجد دی آی تی آی بی که زیر نظر سازمان دیانت ترکیه فعالیت دارد و نیز مساجد ال ایمان و التقوا ارسال شدند. پلیس تحقیقات گسترده‌ای را درباره این رخداد آغاز کرده و احتمال می‌دهد که این نامه‌ها توسط فردی یا افرادی مرتبط با جرایم مشابه در گذشته نوشته شده باشد. این حملات باعث نگرانی و ناامیدی جامعه مسلمانان در گوتینگن شده است. به گفته سخنگوی پلیس یاسمین کاتز، اولین نامه از این دست در روز 19 شهریور در صندوق پستی مسجد ال ایمان در شمال شهر پیدا شد. دو نامه دیگر نیز در مساجد التقوا و مسجد جامع دی آی تی آی بی گزارش شده است. در این راستا شهردار گوتینگن آلمان در قبال این تهدیدها با مسلمانان اعلام همبستگی نموده است. پترا بروشتت، شهردار گوتینگن، در واکنش به این رخدادها ابراز نگرانی عمیق کرده و این تهدیدها را نه تنها حمله به مسلمانان بلکه به کل جامعه گوتینگن دانسته است. وی در گفتگوی اعلام کرد این نامه ها خطاب به همه ما هستند. ما نباید اجازه دهیم که چنین اقدامات نفرت پراکنانه ای ما را مرعوب کند. شهردار گوتینگن با تاکید بر همبستگی با جامعه مسلمانان خواستار مقابله جدی با هر نوع نفرت و نژاد پرستی شد. جوامع اسلامی گوتینگن نیز با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید از این حملات تاکید کردند که نامه های تهدیدآمیز تنها مساجد و جوامع آنها را هدف قرار نداده بلکه نشانه ای از افزایش نژادپرستی و کاهش مدارا در سطح جامعه است. این مراکز اعلام کردند این نامه ها به وضوح علیه جوامع و مساجد ما هستند و ما عمیقا نگران و مضطرب هستیم. این حوادث نه تنها ما را متعجب کرده بلکه باعث بیم و نگرانی عمیق اعضای جامعه ما شده است. گفتنی است که این اولین باری نیست که مساجد گوتینگن با چنین تهدیداتی مواجه می شوند. در گذشته نیز مسجد دی آی تی آی بی بارها نامه های تهدیدآمیز با محتوای تهدیدهایی از سوی گروه های راست افراطی دریافت کرده بود. این حملات در حالی رخ می‌دهد که اخیراً نیز یک آتش‌سوزی در محوطه مسجد ال ایمان به وقوع پیوسته است که باعث خسارت به یک کامیون و اقلام کالاهای شعبه بازار تجاری این مسجد شد. با این حال جوامع اسلامی گوتینگن بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و دینی تأکید دارند. آنها اعلام کردند که همواره به همکاری با مقام‌های شهری برای مقابله با هر نوع نفرت و کاهش مدارا ادامه خواهند داد. همراه هستیم با آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، در رابطه با گزارشی که پخش شد و تهدیدهای صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان در برخی از نقاط آلمان و همبستگی مقامهای این کشور با مسلمانان، لطفاً توضیح و تحلیل خودتون رو بیان بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه دستاندرکاران این شبکه و برنامه وزین و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، مسئله تنفرنامه ها و نامه های تهدیدی مسئله خیلی جدید هم نیست. در واقع موقعی که در برج 8 سال گذشته وزارت داخله ایالت نیدرزاکسن اعلام کرد که در سال گذشته حدود 30 مورد همچین نامه های وجود داشته، موجب تعجب بسیاری از افراد در آلمان شد.
اما این قصه بازم ادامه پیدا کرد. پارسال در برج 10 در رکلینگ هاوزن، اواخر برج 10، در اوایل برج 11 به اصطلاح در بوخوم و بعد هم در اواخر برج 11 در برلین همین موارد تکرار شد. و در این حال که پلیس هم اینا رو بررسی میکنه، این یک مطلبی است که به هر حال در آلمان پیش آمده و مساجد مورد تهدید هستند. حالا مساجد وابسته به سازمان دیانت ترکیه بعد از این سری تظاهراتی که در هامبورگ رخ داد و مثلا بعضی از ترک‌ها خواستار خلافت اسلامی بودن تشدید پیدا کرد، ولی مساجد دیگر هم این موضوع گریبانگیرشون شده. البته در مورد شهر گوتینگن به طور خاص بعد عرض کنم، همونجور که شهردار محترم این شهر این خانم افرا برویشتت که اساس به سوسیال دموکرات آلمان هست، همیشه اعلام همبستگی و حمایت نامحدود و بی حد و مرز از به اصطلاح مسلمین شهر خودش کرده، همونجور که ایشون این مطلب رو تاکید کرده، گوتینگن یک شهر بسیار چند فرهنگی، متنوع و چند نژادی هست و همیشه شرایط خوبی برای مسلمانان داشته، کمان که مساجد متعددی در گوتینگن هست و در دانشگاه گوتینگن همیشه نمازهای عید ها و نماز جماعت حتی میان دانشجویان برقرار هست، که همین یک سالیه که موجب اعتراض به اصطلاح پوپولیست های راستگرا از قبیل حزب آفته در شهر گوتینگن به این موضوع شده و شاید همین که تبلیغات اونها و مخالفت های اونها در این مورد به جایی نرسیده و مردم گوتینگن ارتباط بسیار خوبی با مسلمانان دارند، موجب شده که حالا از وادی این تهدیدنامه ها و تنفرنامه ها وارد بشن. بله. ولی کار زیبایی که خانم شهردار در توضیحاتش کرده اینه که این تنفر و این نفرت فقط متوجه مسلمین نیست، متوجه ارزش هایی است که بر اساس آنها زندگی میکنیم و قانون اساسی ما اونها رو مسلم فرض کرده، مثل اصل مهم کرامت انسانی و آزادی اعتقادات. و بنابراین کسانی که تصور میکنن با مسلمین دارن مقابله میکنن، نخیر، با خود آلمان و تاریخ آلمان و قانون آلمان و کل آلمانی ها و دیگرانی که در آلمان زندگی میکنن دارن مقابله میکنن. بله، از توضیحاتتون ممنونم. دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان.